سیومین شهر بزرگ افغانستان در اداره طالبان آمد. پس از حضور طالبان بر شهر هرات، مقامات محلی این ولایت، معین وزارت داخله و فرمانده امیر اسماعیل خان به قلوردوی ظفر رفتند و پس از تصرف این قلوردو آنان تسلیم طالبان شدند. طالبان هم تایید کردند که امیر اسماعیل خان، عبدالرحمن رحمان معین ارشد امنیتی وزارت داخله، خیال نبی احمدزی فرمانده قلوردوی ظفر، عبدالصبور قانع والی هرات، حسیب صدیقی رئیس امنیت ملی این ولایت با شماری از نیروها تسلیم طالبان شدند. امیر اسماعیل در یک نوار میگوید چون این حادثه ناگهانی اتفاق افتاد چیز زیادی گفته نمیتواند. امیدواریم که هم برادرها بتونن در افغانستان یک فضای صلح ایجاد کنند که این جنگ ختم شود و در افغانستان امنیت و ثبات بیاید. طالبان پس از تصرف هرات و بر بنیاد گزارش ها 3000 زندانی را از زندان اصلی این ولایت آزاد ساختند و مردم هرات میگویند طالبان به گونه کامل در این شهر تسلط پیدا کردند. طالبان برای شده بول خونه ها ما اونجا سنگر گیرست 8 نوتا طالب ازی بر بدن خونه چپشه ما در بدر هیرو نهیدو از بنا بکده گوه بدن چی رقم میشه دقیقا همی الان خودتون دیدیم طالبان از سمت محله عربا بیامونن داخل وزی کرباس. این نوار که در شبکه های اجتماعی نشر شده نشان میدهد که اسماعیل خان در خانهش و در حالی که پر از تفنگداران طالب است حضور دارد. در یک شبانه روز گذشته در کنار هرات بخشای عمده از مراکز ولایات مانند قلعه‌نو مرکز بادغیس، فیروزکوه مرکز غور، پل علم مرکز لوگر، قلات مرکز زابل و ترینکوت مرکز اروزگان به دست طالبان افتاده است. در قسمت‌های برخی این شهرها هنوز هم درگیری جریان دارد. هرچند گفته شده است که شماری از شهرها بدون درگیری به تصرف طالبان درآمدند. اما حکومت تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. والی اروزگان پیش از آن که ترینکوت از سوی طالبان تصرف شود میگفت که گفتگو جریان دارد تا زیر ساخت های این شهر ویران نشود. موږ اوس هم د طالبانو سره په خبرو کې یو د سپینجرو د طرف څخه چې کم غوښتنه سوې ده هغوی وایي چې دلته عامه شتمنۍ ته تاوان ونه رسېږي ملکي ولسونه له منځه ولاړ نه شي خلکو ته صدمه ونه رسېږي. از سوی دیگر جنگجویان طالب تاکنون کنترل 18 ولایت کشور را به دست گرفتند و 3 ولایت اخیر را بدون هیچ درگیری تصرف کردند. اما معاون نخست رئیس جمهور میگوید که تحت هیچ شرایط و در برابر هیچ امتیاز حاضر به معامله با طالبان نیست. آقای سالی در برگه فیسبوکش نوشته دولت در برابر تهاجم لشکر جهل و وحشت می ایستد و از مقاومت ملی در برابر این هجوم با تمام امکانات و منافع حمایت می کند. تمام امکانات مورد ضرورت در اختیار قوای مسلح و مقاومت ملی قرار می گیرد. آقای امرالله سالی روشن نساخت که چی برنامه در برابر این حملات و اهداف طالبان دارد.